نه نه اونا رو نگه اون طرف نگه دار، من به این مریضا رو سیدی کنم میام. ردیف ردیف. یو 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 حاجی تونز گیزر ایز بک. چطورین بچه؟ امیدوارم در حال اش کردن باشین، در حال لذت بردن باشین. چه خبر؟ من اومدم با ترک دوکی از پوتک و کچی بیت با انسازی خود کچی بیت و سوالک و ایلنویز. فقط بچه ها یه چیزی هست که من جا داره اینجا بگم، اینه که من ریاکشن این آهنگ رو رفتم، اما بگم وسطش که سیستم یه کرش ریز کرد و کلن هرچی بود کلن به فک رفت. بنابراین من الان دوباره میخوام ریاکشن برم و طبیعتاً آهنگو یه دور شنیدم. اینو از اولش خواستم بهتون بگم که شاید ریاکشن خیلی کوتاه بشه، ولی بازم همون چیزایی که نظرمو جلب کرد و قراره براتون بیان کنم و براتون با لباس دکتری اومدم اینجا و میخوام کلاً تجویز کنم داروهای کچی بیتس و پوتک و به شرط اینکه آهنگشونو گوش بدم ببینم چقدر مریضه. بچه قبل از اینکه بریم سراغ ریاکشن، اگه دوست دارید ویدیو بیشتری از من ببینید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله منگوله رو روشن کنید، لینک اینستاگرام، لینک توییتر، لینک دیسکورد، لینک چنل دوبار همش توی دیسکریپشن هست، از اونجا برید منو فالو کنید، دوره هم اش کنیم و اینکه بریم ببینیم برامون چی تجویز کردن، ببینیم چه داروهایی دادن. بگو گنده ترین داروها بیاد مشتی. اینجا صدای قشار استار ریورس شده، یعنی یه جمله رو درست بیان کرده بعد ریورسش کردن. به این تکنیک میگن تکنیک بک ماسکینگ. و بچه اگه کسی میدونه اینجا قشار استار چی گفته توی کامنت ها بذارید ببینم این ریورسی که کرده آیا چیزای شیطانیه یا همینجوری صرفا یه چیزی گفته. نه روز کده آ اینم بگم بچه، من اول ریاکشن ترک ریمیکسش رو رفتم، ریمیکس دوکی که از هیپاپولوژیست و کاگان، و بعد اومدم اینو ریاکشن رفتم که در واقع برعکس بود، بعد اول اینو میرفتم و اونو میرفتم، ولی اشکال نداره. حالا میدونم دوتاش به هم ربط داره تا حدودی، چون آهنگ هیپاپولوژیست جواب پوتک و کچی بیتسه که دکترشون چیزه، مریض پوتک و کچی بیتسن و دکتر هیپاپولوژیسته. دوکی جون نسخمو بپیچون، دوکی جون نسخه رو بپیچ، باختم این فرصت رو یکیچ، الان فقط میخوام یه چیه فرصتی که بکنه منو یه ریچ، اسیر باطنت بشی نگو رو چشم وقتی قاتل چشی، پسری که غیرتی نشه همون به تبری و حامله بشی. اینجا بود تو همون ریاکت اولیم که رفتم خواستم بگم که کرش کرد سیستم. باز میگم اینجا این که نگاه کنین پوتک اومده یه آهنگ داده به اسم سرباز و توش از ترنسجندر حمایت کرده، بعد اینجا توی ترکش میاد میگه که تو اگه پسری که غیرت نداره باید بره حامله بشه، یعنی در واقع برای تخریب طرف از زن بودن طرف استفاده میکنه که تو باید بری زن بشه، میدونی باید بری بزایی همچین چیزی. و این خودش تناقضه بچه، این خودش تناقضه. اگر اونا رو میبینین اینا هم ببینین، کلن سعی کنین همیشه آهنگوش میدین بی طرف باشین، حتی آهنگ رپرای مورد علاقه خودتون. پسری که غیرتی نشه همون به تبری و حامله بشی، دو کی ولم کرد تو پارتی کیوتی، بده قرص شکسته عشقی یا آنتی بیوتیک، اون کسی بود که واسش میشد بیوشیندل، الان تو پیجش بودم زده توی بیوشیندل، چون گفتم یه رگم جرمن و منو توی کیپ نازی ها دیدن اخلاقم. یه بار دیگه اون کسی بود که واسش میشد بیوشیندل، الان تو میگه این کسی بود که واسش بیهوش این دل، ولی الان زده توی بیوش سینگل. خب پیجش بودم زده توی بیوش سینگل، چون گفتم یه رگم جرمنه من، چرا؟ چون گفتم یه رگم جرمنه منو تو اکیپ نازی ها دیدن، ارتش هیتلر که بهشون گفتن نازی، یا همون نازی میگفتن بشه، ولی خب نازی ما میگیم، نازی ما ایرانی هم میگیم نازی، میگه چون منو تو اکیپ نازی ها دیدن، ولی در واقع منظورش ارتش هیتلر نیست، ارتش نازیات.
منو توی کیپ نازی ها دیدن، اخلاقم گوه و پدر مادرم میدونن و اینو چند تا قاضی ها میگن. اگه ناراحتی میتونم نگهت دارم، چون از پیش من فقط راضی ها میرم. جایی که کنی بازی با احساسم، بهتره بکنی بازی با دیشم. تو کی حالم بعد موام کم پشت، به زمین و زمان میدم من توی تب فش. قدیما به میگفت شب بخیر عزیزم، دو کی یه قرص بده دیگه نگه بهم شب خوش. آقا این شب خوش چیه؟ شما دخترایی میگین شب خوش، شب خوش، بگو شب بخیر. شب خوش یعنی امیدوارم تو خوابت بمیری، امیدوارم خر تکشاخ بالا رو بیاد به تجاوز کنه. شب خوش چیه بچه؟ این شب خوش معنیش اینجور چیزاست. ببین شب بخیر. دوکی ناموسن، همه خوابم کابوسن. دوست دختر دوستم و دیدم من دیشب با دوستم، نه اون دوستم که خریده واسش رینگ، همون دوستم که شریکه با جکرین. این تکست مثلاق وارد همون مثال میخوای با دوستم که دوست داره با دوست دوست بشه دوست بشی. خب این همونه. خانومه که خیلی خانومه، همون خانومه که آقاها رو هی میمالونه. مگه داریم خانومی که آقاها رو میمالونه؟ اگه داریم بهم بگین کی آدرس ایناشم بدین. خانومه که خیلی خانومه، همون خانومه که آقاها رو هی میمالونه. آره آمارش رسیده که خیلی داغونه، دو کی این آدما همه دیوونن، فکر کردن کسی نمیفهمه و همه میدونن. یه رپر از هر چی کس میگه همه میگن ووف، ولی میگن نمیفهمم منو رپ که میخونم. میگه یه رپر هست وقتی میخ دیوونن، فکر کردن کسی نمیفهمه و همه میدونن. یه رپر هست هرچی کس میگه همه میگن ووف. میگه یه رپر هست هرچی کس میگه همه میگن ووف. ووف اسم یکی از آهنگاشه. ولی میگن نمیفهمم منو رپ که میخونم. میگن نمیفهمم وقتی رپ که میخونه، منظورش فکر کنم اشاره به مومبل کردن خشایار ساره. ولی مومبل همیشه بد نیست بچه، مومبل خیلی جا جوابه و مومبل نیازه که باشه. من نمیگم مومبل نباشه، نمیگم تکنیک نباشه، همه چی تو موزیک باید باشه. و شما رو نمیدونم، من خشیو 80% میفهمم چی میگه، جز این ترکه که این دیگه واقعا تو کی من عصبیه. یکی میزن چپ یکی میزن راست یکی بالا پایین، ولی با لبخند سر کارم و جلسم میرم. اونا که سالمن چرا همش ردیم؟ ما که ردیم سالمیم، چرا من اصلا کیم؟ میگه من با این که دیوونم لبخند میزنم سر کار میرم، ولی سر کار همه ردی هم. در واقع سالم اینان، جاسم هم اونا. اگه جنوبی باشه این جوکو میفهمین. سالم اسم بچه ها، جاسم هم اسم. سالمن چرا همش ردی هم؟ ما که ردیم سالمیم، چرا من اصلا کیم؟ میگه ما که ردیم، ما که ردیم، وای که لبخند رو صورت اون اینجوری میرم سر کار، سالم ما ایم. من کیم؟ اینا میخوان یکی دیگه باشم، من بس کمیم. یه چیزایی میدونم که بفهمی میسوزی، انقدر فشار میاد بهت اگه بخندی. تو کیه ردیه اگه بگه من ردیم؟ کی ردیه؟ کی از چی هر کیه؟ یه ردیه اگه بگه من ردیم، کی ردیه؟ چیه ها؟ یه ردیه سخن بزرگان. می سوزی انقدر فشار میاد بهت اگه بخندی. تو کیه ردیه اگه بگه من ردیم؟ کی ردیه؟ کی از چی هر کی اخچیه ها؟ مینچی داوینچی کدوم میگم؟ لینک شیم پتیم شیم پچیم شیم ردی. حاج آقا تو، حاج آقا تو ردی. دوکی جون دوکی 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 جون دوکی 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 جون مصفرو بپیچون. یا یا دوکی این رقص آمپولیه، بهش میگن رقص آمپولی. اینجوری میگیری فشار میدی، خب تو یادت میاد. این رقص اسپانکیه. مارکت تخمی ترمانی، اینجا این با کلی خرمالی. دوکی قرص بده موزیکا رو دزدی، گوش ندم به کل میبرم حاجی. موزیکا معمو ابدی ها، ثابت میکنم بشه که سندی خواست. اینو زمان ثابت میکنه حاج آقا. تنهای آر نیست برکه، اتمام حجت با عوضی هاست. دوکی کش تو غربه چون موزیکا. من یه چیزی بگم، نگاه کنید بچه، این دو نفری که تو موزیک ویدیو هن، این دوتا خانم عزیزی که تو موزیک ویدیو هن، اینجا واسه دقیقه 3 و ثانیه 3. خب اینجا که پوتکو دارن میبرن، خب الان لباس اینا رو نگاه کنی، لباس چرم و فلان و برای نشون دادن بدن و اینجور چیزاست. اوکی
اینا رو میتونستن لباس پرستار بهشون بدن بپوشن، از این لباس پرستاره که پرنستار رو میپوشن، والا از اینا حداقل بهش میدادن که حداقل یه ربطی به موضوع داشته باشه، صرفا این نباشه که زن آورده باشن، حداقل این باشه آقا پرستارا زنن. میدونی من به اینش هم انتقاد دارم. بار نیست بلکه اسمام حجت با عوضی هست، تو چی کش تو غربه، تو موزیکام تو تلگرام پخش، همه مجبوریم فید بدیم چون تش به نقد آرتیست تو ایران میرسه از عرش به فرش که یه مش بچه پول داره پلشت نشه جوری میکنه نمیشه فکت بدیم چون تش به نقد. تکنیک اینجاشو خیلی دوست دارم، خیلی تکنیک زیبایی داره اینجا. آرتیست تو ایران میرسه از عرش به فرش که یه مش بچه پول داره پلشت نشه جوری رپ میکنه نمیشه پش به منشه، بابا بس بچه باید هست چه پرچه بره بیرون وجودش از نقش کمشه، بس دعواهای بچگانه دو کی رپ فارسی کلی خچه داره، نباس بینمون باشه هیچ کدورتی، حالا ضد حکومت یا حکومتی، دو کی ما نخویم پشتمون آیا کی، حالا با امام یا کنایا کی دو کی ما نخواهیم پشتمون نایاکی. نایاکی یادتونه بچه‌ها فدایی حسین سرش بحث میکردن، میگفت نایاک به تو حال میده پشت تو، اون میگفت نه نایاک پشت تو، نایاک ساواکی و فلان، این نایاک منظورش همون نایاکه. تی حالا ضد حکومت یا حکومتی، دو کی ما نخواهیم پشتمون آیا کی، حالا با امام یا که نایاکی، تفاوت عقیده خوبه بیا بد نی، رپ موسیقی سیاست نی. فکت تو کی بگین این تیکای ریورسشو به من بگین، حتما این یه چیز جالبی گفته شده اینجا، ریورس ها رو به من بگین چی بوده. بگو بیان تموم خلاص. خب بچه ها امیدوارم لذت برده باشین از این ریاکشن. من نظرهایی که دارم بیشتر همون حرفایی که تو ریاکشن زدم، یعنی یکی اون لباس پرستارو بود، یکی اون قسمت ریورس بود که بهم بگین اون حتما چیه، تکنیک پوتک بود، تکنیکشو تو این آهنگ خیلی دوست داشتم و بازم میگم این آهنگ اول بعد اینو ریاکشن میرفتم بعد دو کی ریمیکسو میرفتم، ولی خب اشکال نداره اول ریمیکسو رفتم بعد اینو رفتم. در کل این ترک به نظرم یکی از بهترین ترک های این آلبومه، واقعا یکی از بهترین ترک های این آلبومه، خیلی دوست داشتم، خیلی کانسپت جدیدی بود. امیدوارم شما هم از این ویدیو لذت برده باشین بچا. اگه دوست دارید ویدیوی بیشتری از من ببینید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله منگوله رو روشن کنید، لینک اینستاگرام، توییتر، دیسکورد، چنل دوبار، همه لینک ها توی دیسکریپشن هست، از اونجا برید منو فالو کنید، دوره هم اش کنیم. و اینکه بچه تا ریاکشن بعدی پیس اوت. ازش به فرش که یه مش بچه پول داره پلشت نشه جوری رپ میکنه نمیشه پش به منشه، بابا بس بچه باید هست چه پرچه بره بیرون وجودش از نقش کمشه، بس دعواهای بچگانه دو کی رپ فارسی کلی خچه داره، نباس بینمون باشه هیچ کدورتی، حالا ضد حکومت یا حکومتی، دو کی ما نخواهیم پشتمون آیا کی، حالا با